به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. آرزو مندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید که عطا محمد نور والی پیشین بلخ به نیروهای امنیتی حق داد تا معترضان را سرکوب نمایند. والی پیشین بلخ دکتر عبدالله رئیس اجرایه را به خلق بحران در کشور متهم کرد و از مردم می خواهد که نیروهای امنیتی را در جاده ها مصروف نسازند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، عطا محمد نور والی پیشین بلخ گفت هستند کسانی که با خلق کردن بحران و یا تهدید کشور به بحران خود را به نام و نان رسانند و از همین طریق تکه پارچه از قدرت برایشان رسیده است. عطا محمد نور که در روزهای اخیر پیکارهای انتخاباتی به گونه غیر مستقیم حمایت خود را از دسته انتخاباتی دولت ساز اعلام کرد. شاید امروز از همان خاطر است که مردم را میگویند به اعتراض ها نروند و نیروهای امنیتی را مصروف نسازند، زیرا نظامی پوشان افغان ها حق سرکوب آنها را دارند. والی پیشین بلخ می افزاید من مطمئن هستم که قوای قهرمان ما اینها را وقت و موقع نمی دهند، چون آن طرف نیاز است که جبهات گرم و سنگرهای خط مقدم را حفظ کنند و این طرف اینها را در داخل مصروف بکنند. طبعا حق دارند که سرکوبشان کنند. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید این اعتراضات شخصی نیست، زیرا مردم حق رایشان را از کمیسیون مطالبه می کنند و نیروهای امنیتی هم مسئولیت تامین امنیت آنها را دارند، نه حق سرکوبشان را. سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید نیروهای امنیتی از مردم افغانستان است، همیشه از مردم افغانستان حفاظت کرده است و امیدوار ما این است که در مسائل سیاسی آنها دخیل نشوند و آله دست برای تامین سیاست های برخی حلقات خاص نشوند. با این حال گفته های عطا محمد نور در صفحات اجتماعی با مخالفت های زیاد روبرو شد تا حدی که مردم وی را امپراتوری کاذب خواندند و برخی کاربران نوشتند که عطا محمد نور منافع خودش را در این اعتراضات به خطر میبیند، از این رو حق سرکوب مردم ملکی را به نیروهای امنیتی میدهد. وی همچنین میافزاید که دکتر عبدالله جمعیتی نیست. عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در حضور شورای همبستگی قوم ترکمن و شمار از مجاهدین در احضارات گفت که نیروهای امنیتی حق دارند معترضین را سرکوب کنند. عطا محمد نور گفت قوای مسلح ما باید یک چند روز و چند وقت با اینها یعنی معترضان مصروف شوند. من مطمئن هستم که قوای قهرمان ما اینها را وقت نمی دهند، چون آن طرف نیاز است که خط گرم و سنگرهای مقدم را حفظ کنند و این طرف اینها را در داخل مصروف بکنند. طبعا حق دارند که سرکوبشان کنند. در عین حال عطا محمد نور گفته است که به کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته شود. وی همچنین گفت کمیسیون مستقل انتخابات در طول تاریخ اولین بار است که کمیشنرها از تمام احزاب سیاسی انتخاب شده و بگذارید که نتایج را اعلام کنید. در عین حال وی گفته است که از نمایندگی تمام جمعیت از کمیسیون مستقل انتخابات حمایت می کند و خواهان نتایج انتخابات شدن و نیز گفته است که دکتر عبدالله عضو جمعیت نیست و از خود حفظ دارد. از سوی هم از تمام مردم افغانستان خواسته است که برای خلق کردن بحران برای اشخاصی که برای نفع شخصی خود از مردم استفاده می کنند به جاده ها نبرایند، فایده ای ندارد. آزموده را آزمودن خطاست و هر کسی که در خلق کردن بحران اشتراک می کند او در زمره خائنان ملی می آیند. گفته های وی در حال است 29 نوامبر روز جمعه تظاهرات ساعت پیش از نقاط مختلف شهر کابل آغاز شده بود.
کمیسیون مستقل انتخابات بدون باشماری و تفتیش آرای جنجالی را نمیتوان باطل کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بدون باشماری و تفتیش آرا نمیتوان آراهای جنجالی را باطل اعلام کند. با گزارش اسپودیک به نقل از تلویزیون یک دسته انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در راهپیمایی دیروز خود از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که 300 هزار رای اختلافی را باطل اعلام کند و به خواسته های این دسته های انتخاباتی رسیدگی کند. اما علی افتخاری سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند که تمام فیصله های کمیسیون در چارچوب قانون گرفته شده و پیش از تفتیش و باشماری آرا نمی توان رای های جنجالی را باطل اعلام کند. مسئولان در این کمیسیون همچنان تاکید دارند که به هیچ گروه و شخص اجازه مداخله در روند انتخابات را نمی دهند. این کمیسیون از نامزدانی که اعتراض دارند می خواهد که در امر باشماری آرا در 7 ولایت کشور همکاری کنند. در همین حال نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از نهادهای ناظر برای حل چالش های موجود خواهان نشست مشترک کمیسیون و دسته های انتخاباتی در حضور نمایندگان سازمان ملل متحدند. کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون روند تفتیش و باشماری آرا را در 27 ولایت به پایان رسانده، اما در 7 ولایت به دلیل اعتراض شمار از دسته های انتخاباتی هنوز تفتیش و باشماری آرا آغاز نشده است. از سوی هم امروز شمار از باشندگان بغلان به پشتیبانی از دسته انتخاباتی دولت ساز و باشماری آراها در ولایت بغلان را پیمایی کردند. آنان نیاز خواستار تفکیک آرای سیاه از سفیدند و از کمیسیون می خواهند که آرای مردم را از گرو برخ دسته ها بیرون کنند. تیم دکتر عبدالله عبدالله پیش از آن که دیر شود انتخابات را نجات دهید. اعضای رهبری تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله از کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی خواسته است تا پیش از آن که دیر شود برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در افغانستان اقدام کنند. این خواست در جلسه شورای رهبری کمیته تکنیکی و ستاد هماهنگی تظاهرات تیم ثبات و همگرایی مطرح شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی امروز یک شنبه 10 قوز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت: رهبری تیم ثبات و همگرایی از کمیسیون انتخابات و شرکای بین‌المللی افغانستان خواستند تا قبل از آن که ناوخ شود برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در کشور اقدام نمایند. عبدالله همچنین نوشته است که اعضای تیم ثبات و همگرایی از آرای پاک مردم پاسدار می کنند و اجازه نمی دهند که بار دیگر تقلب سرنوشت کشور را رقم بزند. در این جلسه همچنین از شرکت مردم در تظاهرات روز جمعه گذشته قدردانی شده است. روز جمعه هزاران نفر از هواداران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در اعتراض به آنچه تقلب گسترده و سیستماتیک خوانده تظاهرات کردند. این معترضان در قطعنامه شش ماده‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا به مسیر قانون طرز عملها و لایحه نافذ انتخاباتی برگردند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.